سلام به برابکس یوتیوب، دارم براتون تنگ شده بود، چند روز ندیده بودم اتون، معذرت میخوام. برنامه کنسرت رو داشتیم که اشغال بود، به علاوه دوتا از جایی که خونهایی که دارم آب بارون زیاد اومده بود، آب اومده بود توشون، تقریبا نزدیک 10 سانتی متر آب واسده بود توشون، دیگه اینجا رو باید تمیز میکردم. و بعد اینکه چون سیل اومده، یکی از مستاجرام کارش اونجایی بوده که سیل میومده، بعد سیل اومده سر کارش بیکار شده، اون مستاجر منو یه نامه زد که آقا من شهروندتم باید برم. البته اوکیه ها، به خاطر اینکه میگم بالاخره براش مشکل پیش اومده دیگه، میدونی اتفاقه. بعد از اونورم خونه رو تمیز کرده بود و اینا دیگه، معلوم بود خوشم ناراحته، یه اتفاق میفته. خلاصه آقا برگشتیم برای اپیزود مشتی راجع به اولین بیزنس منو چیکار کردم و از این حرفا. آقا میخواستم اول بهتون بگم که طبق معمول همیشه سعی کنید خوشحال باشین، هر روز که بلند میشین بگین دمش گرم، یه روز دیگه توی زندگی دارم، مریض نیستم، دارم روپای خودمم، یعنی همینی که میری بیرون هوای خوب میخوری، میدونی دور و بر هم آتیش نگرفته، باید راضی باشی. داشتم امروز به چیز میگفتم، به خرس مهربو میگفتم. فکر میکنین چند نفر تو کره زمین تا حالا لامپ ندیدن؟ نمیدونه لامپ چیه، مثلا اینکه شب فقط خورشید میدونه به عنوان لامپ، شاید شم بشه سیده باشه، لامپ نمیدونه چیه. 2 میلیارد نفر، فکر کن کره زمین که 7 میلیارد نفر جمعیت داره، البته الان داره یواشاش میرسه به 8، ولی حالا این آمار ما به وقتی که کره زمین 7 میلیارد جمعیت داشت، از 7 میلیارد 2 میلیارد نفر ندیده بودن. خب خیلی این جالبه دیگه، تو بهش فکر بکنی. و چیا مثلا یه آدمی که تو آفریقا الان داره هر روز 3 تا مرد 4 تا مرد میان ترتیبشو میدن، توی جای سرد بوی آب کپک زده میاد توش داره زندگی میکنه. واسه همین سعی کن زندگی همیشه خوب ببینی و خوشحال باشی. خیلی الان مثلا منو دیده بودن توی چند روز خوابم نمیدیدن که من خونم مثلا سیل برداشته، مستجم گشته رفته، پدرم درآمده خوب از این چیزا. خیلی هم از نظر مالی هم از نظر اعصابی خوب اذیت میشی، ولی خب اتفاق میفته دیگه، با خوشحال باشی و بگی بخندی و حال اول کنی. خب این از این برعکس این. آقا راجع به این عکس، برابر عکسی که جواب دادن دمتون گرم، نزدیک فکر کنم 1000 تا کامنت اومده، 1000 تا حدس، هر کدوم 6 تا میشه نزدیک 6000 تا حدس، عین 6000 تا اشتباه است، در حدی که من دیگه 200 تا آخر نخوندم، چون که هر چی میرم میخونم میبینم اشتباه است. آقا اولا این اینو همه میگن ماهیتابه، این ماهیتابه نیست، این اینوری شاید ماهیتابه باشه، این اینوریه. خب اینی هم که اینجاست، پاشنه کشیده اینو بلند کرده، این رنگ رفته پایین سر خورده، بخاطر این رنگ اینجاست، این ما دسته نیست. دوباره همه کلیر کردین که این تو جنگ، این تو حیات خونمونه، و چرا همه تو حیاتین بابا؟ بیاین تو، گلا توه، چرا همه دنبال بیرون دنبال گلین؟ این توی خونه است دادا، همه چی تو خونه است، هیچی بیرون نیست، نه بیلی تو این داستان هست، نه درخت هست، نه نمیدونم فلان. خواسته بکشین از بیرون، طبیعت بیرون، همه تو ماهیگیری و درخت کاشتن. این از این، این داستانه. این خلاصه از این به بعدم 4 تا، هر کی 4 تا شو بتونه حدس بزنه از این نقطه‌ای که معلوم نیست چیه، 10 میلیون چیچینگ تو جیبته. سلام برای عکس یوتیوب، مرسی که منتظر بودین. خب آقا راجب بیزنس اول من میخوام صحبت کنم و راجب این که سرمایه، این کلمه سرمایه رو با شعور عوض کن. از این بعد هر وقت خواستی بگی من سرمایه ندارم، بگو من شعور ندارم. به خاطر اینکه اگر تو ایده خوب داشته باشی و به قول معروف دنبالش بدویی، پول میاد. از این نظر نه که پول تو رو پیدا میکنه، یه آدمی که پول دوسته میبینه ایده تو خوبه، داری دنبالش میدویی، پولو میکوبه زمین که تو کارش انجام بدی. من با این 3000 دلار یا لمه پول در میارم، بعد پول تو رو پس میدم. خب چرا؟ دو تا حالت داره، یا یارو پولدار میشه یا بدبخت. بدبخت میشه که پول ما از بین رفته، خب تموش. پولدار بشه، میخواد 3000 دلار منو پس بده، مثلا 10 میلیون در بیاره، هنوز 3000 دلار منو پس میده. من برگردم بهش میگم که آقا چرا 3000 دلار منو بیشتر نمیخوای بدی؟ میگه پول تو دادم دیگه. نه، 30000 دلار به من پول میخواد بده، خیلی آدم خفنی باشه، پول من میخواد 10 برابر کنه، اگر پول خودش 1000 برابر شه، یعنی میخواد باز 1% به من بده. خب من چرا تو همچین دیلی بخوام وارد بشم؟ ببین این آدمیه که فکرش اشتباه است، درست داره صحبت نمیکنه، درست نمیفهمه. ولی اگه نفر میومد مثلا قشنگش توضیح میداد میخوام این کار کنم، همه چیز روش انجام داده بود، 100% آدم میومد به جدی نگاه میکرد. پس پول جور میشه، این توهمی که همه دارن با پول مثلا باید کار حتما پول داشته باشی اشتباه است. کمک میتونه بکنه،
و یا بهتر بگم اینه که باعث میشه صاحب بیزنس خودت باشی 100%. اگه پول نباشه توش باعث میشه خودت 100% صاحب بیزنس نباشی. دیگه بدترین حالتش. واسه همین اتفاق خیلی بزرگی نمیفته. من خودم شخصا اولین بیزنسی که دارم 3 تا بیزنس دیگه هم نمیاد کدومشون اوله. هر 3 تاشون رو میگم. اینو نوشتم. بهتون هر 3 تاشون رو میگم. یکی از بیزنس‌های اولی که من انجام دادم یه یارو از دوستامون رفت مثلا نمیدونم حالا اون موقع کجا میرفتن الان مثلا چینه اون موقع مثلا تایلند بود فرض کن بودنشان رفتن تایلند که با خوش ساعت آورد ساعتهایی از اینو که چراغ داشت روشن میشد و فلان اون موقع باحال بود من دیدم داره با بابام ساعت میکنه شنیدم که آره گفت من ساعت وارد کردم رفتم یارو یه گوشه پیدا کردم گفتم آقا ساعت رو چند آوردی گفت مثلا جالب بود گفت ما کیلویی خریدیم گفتم حالا چند در میاد واسه من گفت مثلا من میتونم دونه به 1000 تومان بدم گفتم ایوه دیگه شروع کردم توی تمام مغازه های ساعت فروشی رفتم یه دونه نشون دادم تا آقا ما ساعت رو بردیم دونه 5000 تومان میخوای همه گفتن نه خب تموم شد بعد برگشتم گذاشتمش تو چیز یعنی دیگه تو ذهنم بود ولی دیگه روش کاری نمیکردم بعد رو تو ماشینم رانندگی میکردم یهو راننده سرویسمون گفت من که دوستام یه مغازه ساعت فروشی زده اینا و من گفتم من اینو دارم میخره برد بهششون داد گفت آره میخره ولی با این حال باز معامله اون نشد ولی میبینی من هنوز هیچ پولی اینوست نکردم اون یه ساعت از یارو مجانی گرفتم به همه نشون میدادم کسی که پول آورد میافتم از اون میگرفتم به اون میدادم اصلا به هیچ پولی احتیاج نداشتم من فقط حواسم جمع بود دورم چه اتفاقی میافته یه بیزنس دیگه که داشتم دو تا دیگه بیزنس دیگه که من کوچولو بودم تلفن سپهر ستونم سلام عزیزم چطوری؟ خوب تو ضبطم بهترین موقع زنگ زدیم ضبط کنی؟ آره راجب بیزنس امشب میبینم درسته؟ آره میخواستم اینم کانفرم کنم مثلا اونجا صحبت کنم چه ساعتی؟ ساعت 8 خوبه؟ ببین آره دیگه من با کارگردان میام اونجا اوکی بس من آدرسو برات فرستادم یا نفرستادم هنوز؟ بفرست لطفا. اوکی پس من اونجا میبینم ادش خام دیگه. اوکی ساعت 8 اونجا. باشه. به همین لطفا بفرست لوکیشنو. بای. آی لوف یو سپر. بای. آی لوف یو جونا. هیچ چیزی لازم نداری من بیارم ساعت 8؟ اگه چیزی بود به تکس میدم عشق. اوکی آی لوف یو بنیل سلام برس. خیلی مردی بای. قربونت برم. بای بای. خب ببین برای همین خواستم تلفن آزاد باشه. تلفن همیشه مهمه. نمیشه ولش کرد. بیزنس دوم توی مدرسه من چهارشنبه سوری که میشد میخواستم ترقه اینا بازی کنم اشغال کنم دیگه خب میرفتم مغازه ها مثلا ترقه مرقه بخرم بعد مثلا میگفت 1000 تومان یا حتی یادم اون موقع میگفت 3000 تومان بعد دیدم یکی از دوستام گفت من از مثلا فلانجا میخرم 1000 تومان گفتم اه مغازه ما میده 3000 تومان اونجا میده 1000 تومان به بابام گفتم که بابا تو ترقه مرقه اون چیزی که میده کجا میفروشن گفت بازار میفروشن گفتم من یه روز میبری بازار گفت چرا گفتم میخوام ترقه اینا بخرم گفت اوکی با هم رفتیم بازار رو یه پسره هم اون دعوه در بازار دیدمش قشنگ قیافش نمیدونم چرا من احساس کردم این کارات گفتم آقا ترقه مرقه سراغ داری گفت آره منو برد دو تا کوچه رو دور زدیم و رفتیم پشت یه جای پشت مسجد چیزی آورد نشون داد گفت اینه گفتم دونه چنده گفت 60 تومن گفتم چند گفت 60 تومن تو یعنی من 10 تا بخوام میشه 600 تومن بگم تو مغازه ارزونه 1000 تومن بود مغازه های دوربر خونه ما 3000 تومن بود و گفتم نه بابا گفت آره یه عالمه خریدم خلاص یه عالمه خریدم و یه کیف پر دادم دست بابام گفتم بابا تو با این برو خونه منم خودم یه دونه موتور میگیرم میام گفت خب یه با هم بریم دیگه گفتم نه اگه وقت پلیس تو رو بگیره تو رو میبره زندان دیگه منو نبره زندان تو یکیمون آزاد بمونه بابام گفت اوکی بابا خواسته به تاکسی شد رفت و منم یه دونه سواری پشت موتورشم تنها باری که تو زندگیم تاکسی موتوری گرفتم همین یه بار بود چقدرم ترسیدم ولی در صورت خواستم سریعتر فرار کنم فقط برای همین فکر کنم مثلا پلیس دنبالم الان ترقه خلاصه دیگه برشم آوردم ترقه ها رو یه مقدار زیادش رو خودم نگه داشتم مثلا 20% و 80% رو گذاشتم واسه فروش 2500 مثلا که هنوز برابر عکس دوربر سیو می‌کردن منم داشتم یه عالمه پول درمی‌آوردم خلاصه همه اینا رو انجام دادم و تموم شد و کلی اونجا پول درآوردم این شد اولین بیزنسم بود کلی اونجا پول درآوردم بعد دو روز مونده بود به چهارشنبه سوری مغازه ها دیگه نمیفروختن ترقه چون پلیس خیلی گیر میداد آقا همه شروع کردن به من زنگ زدن
که آقا تو چیز میدی؟ تو به ما چیز میدی؟ ترقه میدی؟ گفتم نه آقا منم تموم شده. یعنی هیچی نداری؟ چرا؟ یه خورده دارم برای خودمه، من نمیخوام بفروشم. بعد مثلا بهم آفر شد اول 6000 تومان، بعد 10000 تومان، بعد رسید به 20000 تومان. مثلا هر یه بسته که خریدم 60 تومان. بعد خب منم بیزنسی ام دیگه، نمیگفتم نیا کن. یارو چیزی که من دارم 2 تومان میفروشم میگه 20 تومان میخواد ازم بخره. مال خودم همه رو فروختم. شب چهارشنبه سوری هستش میگن کوزه گر از نمیدونم چه کوزه شکسته آب میخوره. چون شب این مرد تق تق میکنم، نگاه میکنم چه قشنگ، هیچی ننشتم. بعد این یکی از بیزنس هم بود. یه بیزنس دیگه که تو ایران انجام دادم، پیدا کردن موزیک خیلی سخت بود. یعنی مثلا میرفتی یه مغازه موزیک داشت، بعد میگفتی اینو داری؟ میگفت نه. میگفتی اونو داری؟ میگفت نه. بعد میگفت آقا اگه مثلا موزیک ها اینجوری میخوای بری اون مغازه. همه سلیقه‌ای بود. بعد من گفتم خب آقا بذار من یه کاری میکنم، میرم با 10 تا مغازه آشنا میشم، این سی دی هاشون رو جمع میکنم، همه رو میکنم یه داستان. یه دوست دارم همون امیرحسین برادر جی جی. امیرحسین بیا با امیرحسین بریم مغازه رو بگردیم. با هم باهاش رفتیم 10 تا 20 تا 30 تا مغازه که فکر میکردیم سی دی بفروشن پرسیدیم و بالاخره این ورشیم تمام کاتالوگ اینا رو با هم کامباین کردیم. چیکشو یه چیز کلفت مشتی که دیگه همه آهنگا توش بود. رفتم مدرسه گفتم بچه‌ها من میدونم همه دنبال مشکل دارین، آهنگ میخواین نیست، یه جایی یکی داره که نداره. بیا آقا این همه آهنگایی که تو دنیا وجود داره هست. آقا تمام بچهای مدرسه دیگه شروع کردن از من چیز گرفتن، سی دی گرفتن. بعد من سی دی اوردر میگرفتم از مدرسه. تازه اون موقع هم از این تلفونا بود که یه 5 تومانی میذاشتی توش میکشیدی یا چیزا رو، بعد ورمیش میافتاد. که اگر همون موقع هم که گوشی رو ورمیش میکشیدی تو زودتر میکشیدی، وقت نمیکرد 5 تومانی رو بزنه، 5 تومانی میتونست در بیاد. میگفتم با اون 5 تومانی دزدی زنگ میزدم به مغازه، میگفتم آقا این خرس مهربون سی دی فلان سفارش داده. یارو هم برای من رو آشناییت چهار دفعه کار کردیم دیگه میزد. میگفتم سی دی ازش میگرفتم، از خرس مهربون پول میگرفتم، میرفتم اونجا پول یارو رو میدادم، سی دی شو برمی‌داشتم، میگفتم خرس مهربون. یک دلار از پول من لازم نبود، فقط هم کارشو انجام میدادم. سر رامم بود. هر روز می‌خواستم برم خونه با اونجا رد می‌شدم، یه دقیقه وای می‌سادم. نه برام وقتی کار داشت نه پولی. اسم من الان سه تا بیزنسی که گفتم فقط یکیش پول لازم داشت. اونم یه جنسی که 3000 تومان بود، من 60 تومان پیدا کردم. حالا میفهمم شانس آورده بودم و این چیزا دیگه به راحتی پیدا نمیشه. ولی خب موقع من این بود. من الان مثلا ایران بودم، میرفتم فتوشاپ یاد میگرفتم، میمونم آنلاین فتوشاپ میکردم برای آدمایی تو خارج، ازشون 5 دلار 5 دلار میگرفتم. یه نفرم پیدا میکردم مثل من، میگفتم آقا اکانت تو بده، میزنم به حساب تو، تو اینا رو واسه من بفرست ایران. میدونی راه زیاده. ولی اگه بخوای بشینی بگی چرا پول نیست، چی میخوام مثلا روز اول کارخونه بزنی بگی کارخونه بزرگ، نمیتونی که دیوز. روز اول بعد مثلا چه میدونم بری از کنار رودخونه گلا برای به هم بچسبی، بذاری تو خورشید خوشش کنی، بگی سفال. بلکه 10 تا رو فروختی بگی خاله دو اجاق لازم دارم، چون خورشید بعضی روزا نیست، روزای خورشیدی من پول در نمیارم، روز ابری. بعد یه اجاق بخری، بعد به جای 10 تا میتونی حالا دیگه هر روز میتونی 100% 10 تا تولید کنی دیگه، فقط روزای آفتابی نیست، زمستونا میتونی کار کنی. بعد مشتریات میشه 20 تا، بعد میری سقف میزنی، حالا دیگه زمستون هم میتونی توش کار کنی. بعد نمیدونم بیزنس اینجوری کار میکنه، همه آدما دارن میخوام مثلا الان بره کنخانه کوکاکولا رو بخره. خب اینجوری که کار نمیکنه. بعد اونوریه اون کسایی که مثلا یارو میبینی میگه این یارو 10 تا مثلا صاحب برجه، این آجر میچیده روز اول، نه به خاطر اینکه پولشو نداشته، به خاطر اینکه باید این کارو بکنی که یاد بگیری، پس هر روز یه دونه اونجا خراب شد بگی من میدونم مشکل از آجر چینه، مشکل از لوله‌کشه. ولی وقتی روز اول بیای، برای همین تمام بچه‌هایی که پول دارن وقتی بیزنس بابا بهشون میرسه، نه حالا همشون، اونایی که مثلا تمرین ندیدن یا مثلا بابا حواسش نبوده که تو همون چیز بشه بده، خراب میشه بیزنسشون. وقتی میرن جلو میبینن که او به ضربه خوردن. به خاطر همین پول لازم نداره بیزنس، بیزنس شعور لازم داره و بعد دنبالش بگردی که کجا هست. الان 16 سالته، 20 سالته، 30 سالته، معلوم نیست. هر کسی یه جایی زندگی میکنه، یه سری واقعا آشناهایی داره، یه سری طرز فکرهایی داره. من میگم یه بار توی یکی از لایوا گفتم آقا مثلا یه نفر از تو مزرعه است، خب بره یه گوشه رو خاکشو بکنه واسه خوش چیزی بکاره، تابستونا بفروشه کنار، بعد اون پولا رو جمع کنه مثلا یه جا تو طلا بذاره یا توی بیت کوین بذاره یا تو مثلا استاک مارکت بذاره. حالا میدونم خیلی تو بهش استاک مارکت ندارن، ولی استاک مارکت نوعی مثلا میگم پول جوه متفاوت داره. من از همین بیزنس سی دی خیلی پول در آوردم، در لولی که بابام بهم میگفتش که تو خیلی بچه سختی بودی کنترلت، به خاطر اینکه بچه رو با پول کنترل میشه کرد و تو رو هیچ وقت نمیشد کنترل کرد، چون تو همیشه پول داشتی، طرز فکر خودتو انجام میدادی.
هر کاری می‌خواستی بکنی، ولی خب مثلا من اون پولی که در آوردم نرفتم باش حال و حال بکنم، همه پولا رو باش طلا خریدم، سکه طلا خریدم و وقتی اومدم کانادا سکه طلا رو فروختم، دلار کردم آوردم اینجا و من اینجا اومدم ظرف 7 روز کار گرفتم. چیزی وسیله لازم داشتم بخرم، مثلا یه دیکشنری کامپیوتری اومده بود که نخواد یه دیکشنری کلاف خود ببری، مثلا اونم $500 بود اون موقع، مثلا اونو با پول خودم خریدم، به بانک بابام داشت بهم میدونست، بازم نخواستم، خودم خریدم، خودم کاراشو کردم، خودم جمع کردم دونه دونه پولا رو، تا رفتم شروع کردم پیتزا دلیوری کردم، پولاشو جمع کردم، بعد از چند سال شد $17,000 بیزنس اولمو شروع کردم اینجا باهاش. این داستانی که من پول لازم دارم و سرمایه ندارم، به جهنم که سرمایه نداری. اگه سرمایه نداری و پولم نداری، دلیلش سرمایه نیست، دلیلش شعوره. باید شعور کاریتو ببری بالا، باید بری دنبال چیزای، میگم دیگه، باید بری بگردی دنبالش. من مثلا میگم اگه تهران بودم میشه نشم، میگفتم مغازه، میگفتم آقا بیشترین چاتو جنسی که میفروشی چیه؟ میگفت پفک نمکی و این و این. مثلا پفک نمکی من از چند بخرم به من تخفیف میدی؟ بعد میافتم در کارخونه مینو رو میذارم، میگفتم آقا من چند تا ازت بعد پفک بخرم که این قیمت به من بدی؟ بعد این کارو میکردم تا یه روزی به جا برسم، 10 تا مغازه گفتن میخوان پفک نمکی، مینو هم به من گفت اگه این قیمت انقدر بخوای بده این قیمت میدم، بعد میخریدم به اینا میدم. بعد من دیوز توی فنچور چجوری تونستی این قیمت از مینو بگیریم ما نتونستیم بگیریم؟ چون من هر روز در مینو داشتم در میزنم آقا یکی به ما تخفیف بده، یارو خسته شده گفتم آقا میخوام قیافه نحس این سویلو دیگه نبینم، بده بولو بره. میدونی چی میگم؟ واسه همین واقعا دنیا اینجوری کار میکنه. اینم همون داستانه، باید دنبالش بدوی. هر داستان قشنگی که میبینی، آدم هایی که مثلا چیزای خیلی خفن درست کردن، این نیست که یارو یالا باباش بهش پول داد بگو برم این کارو بکنم. همشون داستانشون بدون استثنا اینه که یارو خودش زحمت کشید، صبح تا شب این کارو کرد، اون کارو کرد، این کارو کرد، رفت دنبال این، دوید، اینو آورد، اونو آورد، به یه کاری رسید. هیچ کی زپرتی به چیزی نرسیده. اشتباه میگم خلاص مهربون؟ 100% من مثلا سپر نمیدونم، همشون بچه‌ای که خواننده‌ن چقدر زحمت کشیدن، تازه تو دنیایی که همه بهشون میگن خواننده نباش، از باباش گرفته تا کشور، خواننده به درد نمیخوره، کشور میگه اگه بخوای بخونی ازتت میکنم، ولی ببین خوندن خوندن انقدر روش پافشاری کردن تا موفق شدن. بس علاقه است دیگه. آفرین، علاقه کسی اشتباه بشه دنبال کار میدوه. کسی که میگه یه پول بده برم این کاری بکنم، هیچ کاری نمیکنه، فقط دنبال پول است. ولی تو بیزنس نمیتونی چیز کنی، نمیتونی مهربون باشی. تو بیزنس باید، نه که باید، مجبورت میکنه که بد باشی. هر بیزنسمنی میبینی میگن او این خیلی خفنه، با حرفش گوش نمیده، همش باش، همه چی مهمه، به خاطر اینکه راز موفقیتونه، نه به خاطر اینکه یارو آدم عوضیه. منم راستش واقعا تو بیزنس دارم همش سعی میکنم عوضی تر بشم، یعنی سلام خودم میکنم، فشار میدم عوضی تر. یه سری کارا که میکنی دوست نداری ولی میکنم چون میدونم تو بیزنس لازمه. حالا در سوال، حالا من راجع به بیزنس های بزرگتر هم صحبت میکنم اینجا تو ویدیوهای بعدی، ولی فقط ویدیوی اول بود چون خیلی همیای بیزنسی بزن کار اولی چی بوده، خواستم بگیم بدونین که من کار اولم خیلی ساده بوده، کار بچگونه بوده و خیلی هم پول در میآورد واقعا، چون من یادم سی دی ها رو میفروختم 1000 تومن میخریدم مثلا 200 تومن روزی، هم مثلا من مثلا 3 تا 10 تا سفارش داشتم تو مدرسه، کلی حالا بیزنس های اینجوری داشتم. بچهای تلگرام یه چند تا سوال پرسیدن در مورد بیزنس، خواستم وایستا بذار یه دقیقه بزنیم برگردیم، یه بریک کوچیک بگیریم برگردیم میبینیم اتون. خب برابک سلام، برمیگردیم بعد از بریک، میخوام یه چند تا سوال بپرسیم خرس مهربون از طرف شما. بچه هایی که سوال نمیدونن چجوری بپرسن، توی دیسکریپشن یه دونه لینک هستش واسه تلگرام، لطفا اونجا جوین بکنین که سوالاتونو بفرستین، نظراتونو بفرستین که تو این ویدیو استفاده کنیم. اونجا جایی که ما این چیزا رو می‌خوایم استفاده کنیم. سوال اول، خفن‌ترین بیزنس از نظر خودت چی بود؟ خفن‌ترین بیزنس من جوهر می‌فروختم از چین، جوهر می‌بردم بین مثلا 10 سنت تا 1 دلار، می‌فروختم بین 3 دلار تا مثلا 8 دلار. باز مثلا 10 سنت می‌خریدم می‌فروختم مثلا 3 دلار، پولو 3000% زیاد کرده بودم. بعد روزی هم مثلا 4000 تا جوهر میفروختم هر روزم دیگه. بعد آنلاین بود، خودم سر کار نباید میرفتم، پیش اساتید نشسته بودی حال میشدی. به نظرت شغل مهمتره یا مدیریت کردن پول؟ شغل؟ بیزنس. مدیریت پول خیلی سخت‌تر از پول در آوردنه، چون تقریبا تمام آدمایی که میشناسی
یه موقعی از زندگیشون یه پول خوبی درآوردن، ولی هیچ وقت اون پولا رو خوب استفاده نکردن چون که بلد نبودن. و بعدی یه پول درآوردن اینه، یه بار بهت شانس میده معمولا، و اگه بعد نباشی درست جمعش بکنی فنا میری. منم خودم این ریختی شدم سر همین دنیای جوهر. من شاید روزی $1,000 $1,500 پولو به فنا میدادم هر روز. شاید مثلا در روز کار نمیکردم، ولی یهو میافتم یه دونه مثلا کفش میخریدم مثلا $2,000، یه کیف واسه دوست دخترم $3,000، یه کیف برای خودم $2,000، میومدم بیرون سه تا قلم مثلا شده بود $6,000 $8,000 با تکس و مکس و فلان. چطوری میشد تو سن کم زمان تو ایران پولدار شد؟ گفتم الان میرفتم توی آنلاین فایور اونجا عکس ادیت میکردم. الان مثلا اینجا یه عکس بخوام من ادیت کنم، یه تامنل بخوام بزنم، $5 باید پول بدم. $5 میشه $100,000 ایران، درست میگم؟ خب میشه $100,000 میشه تو ایران روز 10 تا عکس درست کنی 1,000,000 در میاره. میشه ماهی میتونی 30,000,000 در بیاری فقط با 5 تا عکس درست کردن، 10 تا عکس درست کردن. عکس درست کردن کار واقعا 5 دقیقه است. فایل رو باز میکنی، لیر اولو میندازی، لیر دومو میندازی، پاک میکنی، رنگ رو مچ میکنی، دو چیز اضافه میکنی، یه چیز میکشی. خیلی کار داستونیه، چیزی که میتونی با دو تا ویدیو رو یوتیوب نگاه کنی یاد بگیری. مثلا میگم 1,000 تا از اینا هست. میتونی کد یاد بگیری بنویسی، میتونی نمیدونم اسیستنت یه نفر بشی. مثلا یه نفر مثل منو پیدا کنی بگی آقا من کارتو انجام میدم، من ماهی 1,000,000 بده، تلفن‌ها رو برسی، حواست باشه به ایمیل‌ها برسی. ولی خب لازم داری مثلا انگلیسی زبون بلد باشی. می‌دونی من نمی‌دونم هر کسی چی داره چی بلده، ولی خیلی راه پول درآوردن زیاده. الان مثلا یه وبسایت هستش، می‌ری عکس می‌گیری می‌ذاری توش، با عکسانو میگی آقا $1، و من دارم یه فیلم درست می‌کنم، یه ویدیو درست می‌کنم، عکس لازم دارم، میام می‌گم این عکست باحاله، مثلا از زیر پل عکس گرفتیم، عکس زیر پل می‌خوام، عکس برام مثلا $1 می تو جیب تو. بعد اگه 1,000 نفر مثل من بیان عکس استفاده کنن $1,000 می تو جیب تو. بعد این یارو که داشت اینو مثلا امروز داشت نگاه می‌کردم ماهی 2500 داره در میاره، هر وقت میره بیرون اینجا قشنگ میره یه عکس میگیره میندازه اونجا. مثلا نیلو دوست دختر سپهر هم عکس میگیره پروکور کت بریزه انقدر قشنگ عکس میگیره. یه عکس از سپهر گرفت چند روز پیش همین قبل کنسرت، واقعا قشنگ. خب مثلا همون عکسو اگه میگرفت سپهر پشتش بود میذاشت روی اون وبسایته، یکی میاد میخرید میذاش استفادهش میگرد، خیلی جا احتمالش استفاده بشه. واسه میگم راه خیلی زیاده، مخصوصا الان. من بچه بودم همه کارم حمالی بود، میافتی دنبال اینا. اون الان که همه میشی تو خونت عکس درست میکنی پول میدن، ویدیو درست میکنی پول میدن، صدا درست میکنی پول میدن، نمیدونم تلفنشون جواب میدی پول میدن، ایمیلشون واسهشون فوروارد میکنی پول میدن. الان که خیلی راحت تر شده. الان تکنیکی آدم اگه بره تو ایران انگلیسی یاد بگیره میتونه مثلا یه کار بگیره واسه یه آدمه مثلا تو آمریکا یا کانادا واسهش کار کنه. حقوق خفن تر میگیری، اون کسی که تو آمریکا است داره کلی پول کمتر میده، تو هم که تو ایرانی داری کلی پول بیشتر در میاری. واسه همین راه زیاده. یه یارو بود خیلی حرف قشنگی میزد، میگفت همیشه 1,000 تا دلیل هست که یه کاریو نکنی، ولی به خاطر اون یه دلیلی که باید بکنی باید بکنی. اگه بخوای بشینی بگی چرا نباید این کارو بکنی، 1,000 تا دلیل میتونی بیاری. نه این بده، این بی خود، حالا کونو پیدا کنه، حالا کی من انگلیسی یاد میگیرم. ولی کسی که بخواد کارو بکنه میکنه دیگه، اون موقع 1,000 تا دلیلش کاری نداره، چون میگم راحت دلیل میتونی راحت پیدا کنی. سوال آخرم اینه که تا به حال به فکر افتادی که بچه‌های ایرانی که تو کانادا رو جمع کنی یا کارو کنی؟ بچه‌های ایرانی که تو کانادا رو جمع کنم کارآفرینی کنی؟ آره، یه بیزنس باشون راه بندازم. نه، چون این بدترین کار دنیاست، چون آدما اکثرا عاقل نیستن خیلی. من با دوستای خودم که با هم بزرگ شدیم و یه شناختی داشتیم با هر کدومشون شریک شدم به ضربه خوردم. بزرگترین درسی که من توش بیزنس یاد گرفتم اینه که شریک نداشته باش، برای اینکه شریک بدترین چیز ممکنه توی دنیاست، برای اینکه نظراتون با هم فرق داره. برای اینکه مثلا میگم من میخوام برسم به $100,000 ماهی پولی، اون یارو $10,000 هم تا زندگیش پول نیده. وقتی به 10% راه میرسیم اون به 100% راه رسیده، اون دیگه میخواد بهش حال و حول کنه. من میگم نه بابا بذار به 100 برسیم بعد حال و حول کنیم. اون میگه دیوونه، داریم ما $10,000 پول در میاریم. یه البته یه بحث دیگه هم هست، تمام کارهای بزرگ به واسطه دو نفر انجام شده. یعنی شریک خوب خیلی خوبه، ولی شریک بد واقعا بده. مثل زن میمونه دیگه. ببین زن هم اگه زنت بد باشه دهنتو سرویس میکنه، ولی اگه زن خوب داشته باشم مثلا من که مال خودم شخصا به نظرم زن خوب دارم النا، من احساس میکنم بهترین زن دنیا رو تو زندگیم دارم.
وای من یه دوست دارم، یه دختره خیلی پتیاره بود، بعد هر هفته یه دوست پسر داشت، هر هفته با یکی بود، بعد هر هفته میمونم میگفت این قلب منو شکونده و این حرفا. یاد بهش گفتم که خواهر من، تو که انقدر به قول معروف همش دوست داری سکس داشته باشی، چرا انقدر با پسرای ایرانی میری دوست میشی که بعدن واسات حرف در بیارن؟ تو که یه هفته بیش کسی بیشتر نیستی، خب بیا برو یه جا دیگه، بیا برو اصلا برو تو جیجی خونه کار کن. بعد یهو گفت بی تربیت تو به من میگی جیجی، یعنی من جیجی هم؟ اینا آقا ما بیشور، تو به من بگو جیجی کیه، شما به من بگو، ما اصلا احمق. تو واسه من توضیح بده به نظر تو یه آدم باید چه چیزایی داشته باشه که تو بهش بگی جیجی؟ بعد ما میایم نگاه میکنیم که ببینیم شما جیجی هستی یا نه. بعد خودش سه روز داده من زنگ زد گفت سهیل من جیجی هم. اینا داستان یاروه، میگه به یه لشگر دادم از هر کی که اومده جلوم به قول معروف من باهاش رفتم. به نظرت من نه بابا دختر، تو فقط یکم شیطونی. سومی نوشته خدا مرگم بده خراب چیه من خرابم. چهارمی نوشته نه عزیزم تو پاکی، این منم که این منم که نیم. پنجمی نوشته یه دقیقه نده تا راجبش فکر کنم. ششمی نوشته نه با تو فقط خواستی مردم رو شاد کنی. هفتمی گفته اون دیگه نبود بریم کسی از قلم نیافتاده باشه. اون خیلی خوب بود، خیلی کسی بود زده یه دقیقه وایس رو نده بذار صحبت کنیم ببینیم چیه. فقط مارکوس تو رو نکرده. نومی نوشتن تو الان خونه حساب میشی بابا. دومی نوشته اگه زحمتت نیست قیمت لوله خورتومی دو رو آنلاین بده تا بگم چی کار کنی. چطوری الکسیس تگزاس کن یو اسپیک فارسی؟ تا حالا مرگ من اصلا شلوارتو پات کردی؟ تا حالا زده تا حالا شلوارتو پات کردی؟ خیلی خوب بود. سیزدهمی نوشته من تا الان انقدر نزده بودم که تو گوم بدی. چهاردهمی نوشته ناموسن میتونی الان تو نگهداری اندری یو نمیاد خود به خود. لحظیه گرفتم خریدم بریم وایسه. خیلی قوی بود، خیلی خوب بود، خیلی خنده بود. من یه دونه کلاس چیز داشته بودم سکسولوژی، میگفتش که اگر میخوای سکس داشته باشی از به قول معروف پشت، میگفت همون جوری که توی شونبولانس یه تیکش خالیه که وقتی آب میاد تو میفهمی جیش داری، پشت هم همین جوریه، یه تیکه خالیه که اگه توش چیزی بیاد تو میفهمی که او دیگه میگی او من باید برم دستشی، من برم دستشی، وقتی که اومده توی اون. واسه همین اون همیشه خالیه و وقتی که تو از پشت با یه خانم رابطه داری اون فضا رو استفاده میکنی، واسه همین نه شمونات رو کثیف میشه نه. اینو معلم دانشگاه داشت توضیح میداد، میگفت من نباید اینو بهتون بگم ولی دیگه باید حقیقتشو بهتون بگم دیگه، اشکالی نداره اگه میخوای از پشت کاری بکنین نه شل میشه. کامل گفتش که زده چیز پشتت هنوز میاد یا نه، میتونی خود دستشوی تو کنترل کنی، مثل اینکه خوب میتونی کنترل کنی، هیچ مشکلی نداره. خیلی خب آقا من مادر فولادزره، مادر دوتا میمون بنده وارد خونه شد دیگه، باید برم بچه بازی. به نوع پدری برم بهشون برسم و به قول معروف کارگرشون بشم تا فردا صبح که تشریف میبرن بیرون بیام کارگر یوتیوب بشم. دم همگیتون گرم، خیلی خوشحال شدم، امیدوارم بعد از یک 8 ساعت سر کردن این ویدیو بالاخره ضبط شده باشه. قربون.